شاهرخ پس مهر ماه 93 تو نوبت امارای بود. شاهرخ دچار بیهوشی لحظه ای می شد. الان می گن سکته مغزی کرد. دادگاه انقلاب پسر بیگناه من به خاطر عقیدهش به 5 سال زندان محکوم کرد. این کمپین تلاش داره به ظلم مضاعف که به مادران زندانی اعلام در ایران اعمال میشه اعتراض کنه. در کنار هر زندانی بایستی مهد کودکی تأسیس بشود که بچه هایی که مادرشون زندانی هستند در اونها نگهداری بشه. پیرامون کانون خب خیلی بحث میکردن و معتقد بودن که کانون یک تشکیلات غیر قانونیست. Bahara Hidayat is a brave student activist and campaigner for women's rights. در اینجا یادی باید بکنم از دوستانمون که زندان هستن، آقای باقری، آقای رسول بداغی، آقای هاشمی، آقای باقری، آقای قنبری و خیلی های دیگه. از مهر ماه 93 تو نوبت امارای بود. شاهرخ دچار بیهوشی لحظه ای می شد. الان می گن سکته مغزی کرده. شاهرخ 2.5 سال هر روز بیهوشی لحظه ای داره. چشاش سیاهی می رد. امروز خوابیده دیگه بیدار نشده. شاهرخ 3 بار دستگیر شده. شاهرخ رو دهه 70 2 سال زیر سخت ترین شکنجه ها نگه داشتن. شاهرخ از سال 90 تو زندان بود تا امروز 5 سال زندان. از تبریز به یزد، از یزد نمیدونم به تبریز، از تبریز به رجای شهر دوباره قزلنثار. شاهرخ روی هم چندین ماه اعتصاب غذا کرده به خاطر ابتدایی ترین حقوقش که آمار رو تو این بند نگه نداریم ببریم بند سیاسی. به خاطر این قضیه شاهرخ بیشتر از 50 روز اعتصاب غذا کرد. مسئول مرگ شاهرخ مشخصه. مسئول مرگ افشین و صندوق قبل شاهرخ، مسئول مرگ محسن دکمچی قبل شاهرخ، مسئول مرگ همه اینا. من عزت الملوک طاهری هستم، مادر محمد علی طاهری. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. به نام خدا، من محمد علی طاهری، بنیانگذار تپای مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی هستم. تپای مکمل فوق حدود 30 سال است که در ایران پایه‌گذاری و به مورد تست و تجربه قرار گرفته. دادگاه انقلاب پسر بیگناه من به خاطر عقیدهش به 5 سال زندان محکوم کرده. حالا که 4.5 سال از زندان او گذشته، ما چشم و امید داشتیم که او از زندان آزاد بشه. حالا دادگاه انقلاب حکم اعدام بود. دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان به محمد علی طاهری، بنیانگذار طب‌های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی، دکترای افتخاری اعطا کرد. این دانشگاه که سومین دانشگاه طب مکمل و جایگزین در دنیا محسوب می شود، پس از 3 سال تحقیق در خصوص طب مکمل ایرانی و برگزاری دوره‌های آموزشی در این دانشگاه به استاد محمد علی طاهری، بنیانگذار این رشته ها، درجه دکترای افتخاری اهدا کرد. پسرم از 22 مرداد ما دست به اعتصاب غذا زده. داره با مرد دست پنجه نرم میکنه، ولی هیچ کس به داد او نمیرسه. من از آقای خامنه‌ای میخوام که هرچی زودتر این حکم ناعادلانه را از رو پسرم بردارن و اون آزاد کنن. من از مردم دنیا و هموطنان عزیزم میخوام که صدای مظلومی پسرم و مادر رنجیده را به گوش آقای خامنه‌ای و مسئولین برسانم، چرا که 4.5 سال من با
تن مریض و ناتوان هر دری زدم چقدر نامه نوشتم با آقای خامنه ای ولی هیچ کس جواب ما نداد. بعد از خدا چشم امیدم به مردم جهان نه که پسر بی گناه من از مرگ نجات. پسر من برای حقوق کودکان کار فعالیت میکرده. اجازه به وکیل داده نشده که موکلشون ببینه از نزدیک، که البته فقط روز دادگاه که اونجا به هر حال همدیگر رو دیدن. امید و دوستاش اینا فعالیت های کاملا مدنی داشتن، برای حقوق کودکان کار فعالیت میکردن. از بعضی از خانواده هایی که فرزندانشون اعدام شده بود دیدن کردن و یک اطلاعیه نوشتن به خاطر و در اون اطلاعیه درخواست توقف اعدام یک زندانی سیاسی رو کردن و اینا مجموعه فعالیتشون این چیزا بود، فعالیت های مدنی، حقوق بشری، و اصلا اینا نه گروه سیاسی بودن نه فعالیت های سیاسی کردن و واقعا اصلا خودشون هم قبول ندارن که اینا فعالیت های سیاسی کردن، به عنوان فعال مدنی خودشون هم میشناسن. در نتیجه اصلا نه خودشون انتظاری همچین حکمی رو داشتن نه خانواده ها، یعنی واقعا یه شوک بزرگی بود حکمی که به اینا دادن، به خصوص اینکه از اون اول که اینا رو دستگیر کردن همش به ما وعده های یه هفته دو هفته به زودی میاد و اصلا مسئله نیست و شما مصاحبه نکنید، رسانه‌ای نکنید، برای امید بد میشه و اینا. و واقعا برای من مسئله بود که اگر که اینا کارشون خوبه، دستگیریشون خوبه و موافق کار خودشون هستن، چرا انقدر به ما فشار می آورد که رسانه‌ای نکنید؟ و اگه کارشون درست نیست و خجالت میکشن از این دستگیری ها، خب چرا اصلا این کارو میکنن که نمیخوان پخش بشه؟ ولی الان دیگه واقعا برای من مسئله نیست، بعد از اینکه یه همچین حکم سنگینی رو به پسرم دادن، من واقعا دیگه با هر جایی صدامو سعی میکنم برسونم. با حکم تفتیش اومدن منزل من و دست نوشته ها رو همچنین آرشیب های مختلفی که من داشتم و علاوه هارد کامپیوتر و گوشی موبایلم رو با خودشون بردن. احضاریه‌ای به من دادن که مهر دادسرای فرهنگ و رسانه رو داشت و در اون قید شده بود که شاکی ما وزارت اطلاعات هست و متهم هستیم به انتشار نشریه غیرقانونی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام. پیرامون کانون خب خیلی بحث میکردن و معتقد بودن که کانون یک تشکیلات غیرقانونی است و نباید فعالیت بکنه و اگر میخواد فعالیت بکنه بایستی رجوع بکنه، خودش رو ثبت بکنه، قانون اساسی رو قبول بکنه، ولایت فقیه رو و همه اون الزاماتی رو که به هر حال در اون چیز هست. تحلیل ما بر این هست که اینا میخوان کانون رو فشل بکنن، چون نهادیست قدیمی، محبوب و خوشنام و در این حال معتقد به آزادی بیان و تشکیلاتیست که برای
مبارزه میکنه با سانسور و نمیخوام بذارن که این فعالیتاش رو انجام بده. در مورد اهداف کانون، اون چی که در منشور کانون آمده، یک دفاع از حقوق صنفی نویسندگان هست و نیز دفاع از آزادی بیان بی هیچ اصل و استثناء برای همگان و مبارزه با سانسور. در این باجوی ها تأکید شخص باجو بر این بود که امکان این که بی حس و استثناء باشه آزادی بیان نیست و قانون بایستی که این رو تغییر بده و با استناد به قانون اساسی آزادی بیان رو مطرح بکنه و نه بی هیچ حس و استثناء. اما از نظر ما، یعنی از نظر کار نویسندگان ایران، چنانچه آزادی بیان مقید باشه آش هم آش خواهد بود و کاسه هم کاسه. حمایت از مادران زندانی طرفداری میکنم و به اون میپیوندم، زیرا که خواسته این کمپین نه تنها متوجه مادران زندانی است، بلکه متوجه حمایت از کودکانی است که به واسطه وضعیت ناگوار زندان ها بر اونها ستم میره. در کنار هر زندانی بایستی مهد کودکی تأسیس بشود که بچه هایی که مادرشون زندانی هستند در اونها نگهداری بشه و بعد از ساعت 5 و تعطیل بتوانند به سلول برگردند. الان ما میبینیم که بسیاری از مادران سیاسی و عقیدتی و یا حتی زندانیان عادی بچه ها رو با خودشون میارن به داخل زندان. این کمپین تلاش داره به ظلم مضاعفی که به مادران زندانی اعلام در ایران اعمال میشه اعتراض کنه. یک، اصلا حق فعالان عقیدتی و حقوق بشر و سیاسی زندان نیست. دو، وقتی زندان میرن از این سری اصول شرایط بسیار ابتدایی محروم میشن، مثل نداشتن تلفن با فرزندان خودشان یا یک سری وظایفی که به یک مادر برای فرزند خودش میتونه داشته باشه. خب به طب دو با این مسئله دو جور میشه برخورد کرد. به طور کلی حق این افراد زندان نیست و باید زندان آزاد بشه. ولی یک مسئله دیگه است، بهبود شرایط زندانی مادران زندانی، چه مادران، حتی میشه گفت کلا هر مادری که زندان هست، خودش یک قدم در راه اجرای حقوق بشره. به عبارت این کمپین میتواند در ادامهش به اینجا منتهی بشود که مادران زندانی با هر عقیده‌ای و هر جرمی لااقل باید بتوانند مثلا وظایف مادریشون رو به شکل بهتری انجام بدن و ایت و مادری و بچه ها به صورت محرومیت های مضاعف نشن. من فکر میکنم وظیفه هر کنشگر مدنی، هر کسی که به آینده کشورش، آینده فرزندان کشورش میاندیشه، این هستش که حمایت بکنه از مادران زندانی و از تمامی کسانی که در حکومت هستند، در هر جایی که هستند، قانون گذارند یا اینکه سیاست گذارند، درخواست بشه که باید قوانین رو به گونه ای اصلاح بکنند که مادران زندانی از حقوق اساسی خودشون بهره مند بشن و هیچ مادری تنها به خاطر کنش سیاسی، فعالیت مدنی در زندان نباشه. در حال حاضر 21 نفر مادر زندانی هست که در زندان‌های ایران، بیشتر اونها در اوین هستند و برای آزادی نه تنها مادران بلکه تمام زندانیان و به ویژه زندانیان زن تلاش می‌کنیم. در همین شهر مشهد ما رو خواستن که شما حق ندارید که دور هم بشینید و در رابطه با مثلا تشکیل یک کانون بزنید یا در رابطه با اینکه دفتر مثلا نمایندگی کانون تهران رو می‌خواستن در مشهد داشته باشن، میگفتن شما نه، نباید همچین جلساتی داشته باشید. فرهنگیان
اگر خواسته باشیم بگوییم در یک کلمه رفع تبعیض با سایر کارکنان، حالا این کارکنان کسانی که زیر نظر رهبری و یا کارکنانی که زیر نظر دولت و به اصطلاح قوه مجریه هستند، تفاوت بسیار زیاد هست. یعنی زیر نظر نهادهای رهبری نگاه کنیم که میبینیم 4-5 برابر معلم ها از نظر ریالی هم حقوق میگیرن. در همین کانون صنفی فرنگیان خراسان که من عضو هیئت مدیره هستم، در شرایط اصلاحات در حکومت آقای خاتمی، در دولت آقای خاتمی، یک انتخابات نیمبندی برگزار کردیم و بنده هم در هیئت مدیره برگزیده شدم، ولی حاکمیت به هیچ عنوان اجازه نمیده که ما دور هم جمع بشیم. یعنی هر موقع که جمع شدیم حتما بعضی که من دستگیر کردن در اون جلسه‌ای که داشتیم، اینها از طریق موبایل ها کنترل میکنن و ما همه اونا ریز سوال میکنن که شما در اونجا چی گفتید، چی حرف زدید، چی کار کردید. اینها در اینجا یادی باید بکنم از دوستانمون که زندان هستن، آقای باقری، آقای رسول بداغی، آقای هاشمی، آقای باقری، آقای قنبری و خیلی های دیگه.